اگر قرآن کلام الله می بود، نبایستی هیچ تحریف و تغییری در آن صورت می گرفت و باید نگهدار کلام و کتاب خیش می بود. اما طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، ادعای معجزه و آسمانی بودن قرآن به کل رد می شود. در این ویدیو می خواهیم لیستی بلند بالا از علمای بزرگ و معتبر شیعه که به صراحت اعتراف به تحریف قرآن کرده اند اشاره کنیم و در پایان صفحات کتب مذکور را خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. قبل از پرداختن به اسناد معتبر از علمای شیعه و امامان مروری داریم در باب قرآن صنعا. قرآن صنعا یک نسخه نادر و بسیار قدیمی از قرآن است که در سال 1972 میلادی در جریان بازسازی مسجد جامع صنعا واقع در پایتخت یمن توسط باستانشناسان از آنجا کشف شد و کارگران به انبوه اوراق پوستی قدیمی برخوردند که در اثر رطوبت و گذشت قرنها به هم چسبیده بودند. از آنجایی که بیم آن می رفت که با انتشار خبر چنین اسنادی توسط مذهبی های اسلام گرا نابود شوند و یا حداقل جلوی کار گروه تحقیقات گرفته شود، گروه تحقیق با پشتکار و بدون منتشر کردن خبر کشف به جمع آوری، مرتب سازی و گلاسه بندی اسناد ادامه دادند تا سال 1997 میلادی که تقریباً 35,000 میکروفیلم از اسناد گرفته شد که در سال 1999 به آلمان برده شد و پس از آن گزارشی مختصر در این زمینه در سال 1999 در مجله آتلانتیک به چاپ رسید و رئیس جمهور وقت دولت یمن از کشف یک نسخه نادر و تاریخی قرآن گزارش داد و گفت قدمت این نسخه قرآنی که در 4500 صفحه نگاشته شده به دوران نگارش خطوط بی نقطه باز می گردد که با خطوط کوفی و حجازی نوشته شده است. نسخه کشف شده تفاوت‌های فاحشی با نسخه امروزی قرآن دارد. از جمله این تفاوت‌ها، یک، فقط سوره های مکی در آن وجود دارد و خبری از جنگ و کشتارهای سوره های مدنی در آن نیست. دو، قسمت های عظیمی از آیات پاک شده و دوباره از نو نوشته شده است. سه، آیات تازه‌ای که بر روی نوشته های پاک شده نوشته شده نیز با قرآن های امروزی تفاوت دارند. چهار، آیات این قرآن دارای اعراب گذاری نیست و بسیار نامفهوم است. پروفسور کریستوفر لوزنبرگ، دانشمند باستانشناس که روی قرآن صنعا تحقیق کرده، در کتاب خود کلمه کوثر را آرامی و به معنای سختی‌ها و دشواری‌ها ترجمه کرده. علی ابن ابی طالب نیز در نهج البلاغه به مبهم بودن آیات قرآن اعتراف می‌کند. علی در نامه 77 نهج البلاغه خطاب به عبدالله ابن عباس که قرار بود برای مذاکره با خوارج اعزام شود چنین میگوید: به قرآن با خوارج به جدل نپرداز، زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای گوناگونی دارد. تو چیزی میگویی، آنها چیز دیگر، لکن با سنت پیامبر با آنها به بحث و گفتگو بپرداز که در برابر آن راهی جز پذیرش ندارند. اعتراف علامه مجلسی به تحریف قرآن. مجلسی میگوید عجیب است که شیخ صدوق به علت تقیه میگوید قرآن فعلی همان قرآنی است که بر محمد نازل شده، چرا که روایات متواتر در کتب شیعه و سنی وجود دارد که بر قرآن اضافه و کم شده است. او در ادامه میگوید در کتاب کافی با سند صحیح آمده است که قرآن 17,000 آیه دارد، در حالی که قرآن فعلی 6,000 آیه دارد و 11,000 آیه از قرآن حذف شده است. منبع: کتاب روزت المتقین نوشته علامه مجلسی، جلد 16، صفحات 181 تا 183.
اعتراف علامه حبیب الله هاشمی به تحریف قرآن، او در کتاب خودش سوره ای را به نام نورین ذکر می کند که از قرآن حذف شده و در قرآن فعلی وجود ندارد. منبع: کتاب منهاج البراءه نوشته علامه حبیب الله هاشمی خویی، جلد دوم، صفحه 217. اعتراف علامه سید عدنان بهرانی به تحریف قرآن، او میگوید روایات تحریف قرآن بسیار است و حد تواتر نیز گذشته. تحریف قرآن از مسلمات نزد صحابه و تابعین است و ضروریات مذهب شیعه. منبع: مشارق الشموس، نوشته علامه بهرانی، صفحه 126، چاپ بحرین. سید ابن طاووس در کتاب مهج الدعوات در حدیث صحیحی از امام رضا میگوید خداوند لعنت کند آن دو کس را که دین تو را دگرگون کردند و نعمت تو را تغییر دادند و رسول تو را متهم ساختند و با آیین تو مخالفت کردند و از راه تو بازگشتند و بخشش های تو را ناسپاسی کردند و سخن تو را رد کردند و رسول تو را به باد تمسخر گرفتند و فرزند پیامبر تو را کشتند و کتاب قرآن را تحریف کردند و آیات تو را انکار نمودند و سر از عبادت تو برتافتند و دوستان تو را به قتل رساندند. میرزا مهدی اصفهانی که یکی از علمای نامدار شیعه است در مورد تحریف قرآن در کتاب اصول الوسیط در صفحه 246 می نویسد کلامی حجت است که از ظواهر منفصل نشده باشد، ولی چون جمع قرآن و ترتیب آیات بشری بوده لذا نه تنها حجیت ندارد بلکه جابجایی اتفاق افتاده. تبیین آیات توسط غیر معصوم موجب انهدام و عدم انعقاد آن نیز شده است. سپس در خاتمه یک کتاب به کتاب فصل الخطاب اشاره کرده و آن را برای اثبات تحریف قرآن کافی می داند و چند صفحه از آن را نقل می کند. امام موسی کاظم می گوید قرآن را تحریف کردند و آن را تغییر دادند. علامه مجلسی بعد از نقل آن می نویسد این حدیث صحیح است. منبع: مرآت العقول، نوشته مجلسی، جلد 25، صفحه 295. آیت الله مکارم شیرازی می نویسد چنین عقیده کفرآمیزی، تحریف بودن قرآن موجب ارتداد شخص نمی شود، چرا که می داند در این صورت ارتداد بزرگان شیعه، علمایی که به تحریف بودن قرآن اعتراف کرده اند، اثبات می شود. اعتراف شیخ حر عاملی از بزرگان شیعه به تحریف قرآن: من شیخ عاملی می گویم که اخبار متواتر درباره ناقص بودن قرآن بسیار می باشد. منبع: کتاب اثبات الهدا، نوشته شیخ عاملی، جلد دوم، صفحه 206، چاپ بیروت. اعتراف علامه ابی حسن ابن محمد طاهر عاملی از علمای بزرگ شیعه به تحریف قرآن: تحریف قرآن از ضروریات غیر قابل انکار مذهب شیعه می باشد. منبع: کتاب مقدمه تفسیر برهان، صفحه 84. اعتراف شیخ نعمت الله جزائری به تحریف قرآن و یکی از بزرگترین علمای تاریخ شیعه است. وی در کتاب هدیت المؤمنین می نویسد که بیش از 2000 روایت صحیح و معتبر در اثبات تحریف قرآن وجود دارد. در قرآن عبدالله ابن مسعود 112 سوره وجود داشت، زیرا که او سوره فلق و ناس را جزو قرآن نمی دانست و در قرآن ابی کعب 116 سوره وجود داشت، زیرا که او در آخر قرآن دو سوره حفد و خلع را به قرآن اضافه می کرد. منبع: کتاب الادقان فی علوم القرآن، نوشته جلال الدین سیوطی، جلد دوم. این مطالب صراحتاً ثابت می کند که قرآن تحریف شده. دو نفر از یاران پیامبر هم بدان اعتراف کردند و این نشان از آن است
که این کتاب الهی نیست. علامه حسین ابن محمد نوری تبرسی، معروف به میرزا حسین نوری تبرسی یا همان علامه محدث نوری، از بزرگترین علمای متأخر شیعه می باشد. علامه محدث نوری فرزند محمد تقی نوری مازندرانی و نوه علی محمد مازندرانی تبرسی مستوفی، محدث و چهره سرشناس علمای شیعه در قرن 14 هجری می باشد. مهمترین مطلب در مورد زندگی این دانشمند بزرگ شیعیان نوشتن کتابی است در تحریف قرآن به نام فصل الخطاب. این کتاب را علامه نوری تبرسی به زبان عربی نوشته است. نظر علامه نوری تبرسی از تحریف کتاب این نیست که قرآن فعلی کلام خدا نیست یا چیزی به آن اضافه شده، بلکه به باور او قرآن فعلی دقیقاً همان است که در زمان عثمان جمع‌آوری شده. تبرسی معتقد است پیش از جمع‌آوری آیاتی در قرآن بوده که همکنون در آن نیست و حذف یا همان تحریف شده است. ایشان با استفاده از روایاتی که در این کتاب ذکر شده اثبات می کند که آیات و سوره های زیادی از قرآن کاسته شده. تبرسی در این کتاب هزاران روایت آورده تا ثابت کند قرآن اصلی قرآنی نیست که در دست مسلمانان است، بلکه این قرآن مورد تحریف قرار گرفته و قرآن اصلی را مهدی موعود با خود می آورد. اما نکته مهم دیگر این است که اگر ادعای این علمای مسلمانان صحیح نباشد و آنها این سوره ها را از خودشان نوشته باشند، باز هم ادعای قرآن در مورد شبیه آوردن سوره های مثل قرآن را باطل می کند و باز هم ادعای الهی بودن قرآن بی اثر می شود.